تو این قسمت میخوایم بهتون آموزش بدیم که یه چهره رو چجوری اصلاحش بکنیم. ایرادات چهره از جمله مو، گوش، بینی، لب و ابروها، چشم، همه جاشو میخوایم براتون آموزش بدیم که درستش بکنیم. خب شروع میکنیم. اول از مو فیلتر رو انتخاب میکنید، لیکویفاید، فوروارد رپ تولز از منوی سمت چپ انتخاب میشه و ایراداتمون رو میتونید با این برطرفش بکنید هر جایی که میخواهید، حتی میتونید پرپشترش بکنید. جایی که خالیه پرتر میکنید و به این صورت در میاد. خب گزینه باکر تولز رو انتخاب میکنم منوی سمت چپ برای کوچک کردن بینی. سایز براش رو تغییر میدید به 100 حدودا، اگر کم یا زیاد بود دوباره میتونید عوضش کنید 150، و به نوک بینی یا هر جایی که ایراد داره کلیک میکنید. همونطور که میبینید یه مقدار جمع میشه و یه حالت بهتری به خودش میگیره. حالا میریم سراغ تغییر روی ابروها. یه مقدار میخواییم باریکترش کنیم، از حالت پهنی یه مقدار در بیاد. باکر توز رو همینطور که میبینید انتخاب کردم. سایز براش رو یه مقدار کوچیکتر میکنید و روی ابروها کلیک میکنید که حجم ابرو یه مقدار کم بشه. این صورت که میبینید در میاد. فوروارد رپ تولز رو دوباره انتخاب میکنید برای فرم دادن به گوش ها و یه مقدار کوچک کردنش. هر فرمی که دوست دارید میتونید بهش بدید. و میرید سراغ لب ها، میتونید فرم بهش بدید و اوکی میکنید. این سایز اصلی عکسمون هست. میبینید که کار انجام شده و میریم سراغ چشم ها که تغییرات کوچیکی هم روی چشم ها و موجه ها بدیم. یه لایه جدید این پایین ایجاد میکنید، براش رو انتخاب میکنید، سایزش رو کوچیک میکنید موجایی که کم رنگ هست رو میتونید روش بکشید و یه مقداری پر رنگ کنید. این کار اگه با دقت بیشتری انجام بشه خیلی بهتره. ما فقط سریع آموزش میدیم بهتون که ببینید به چه صورت هست. آماده است. حالا از این قسمت سافت لایت رو انتخاب میکنید که حالت طبیعی به خودش بده. اوپیسیتی رو پایین میارید که حالت طبیعی تر و شفافتری به خودش بگیره. همینطور که میبینید قبل از کار و بعد از کار این بعد کار هست، قبل و بعد. خب
حالا دقیقا بعد فلتن ایمیج رو انتخاب میکنید که لایه ها دوتا با هم یکی بشه و یه لایه جدید دوباره ایجاد میکنید که میخوایم تغییر رنگ بدیم برای پوست و به صورت یه مقدار تن شده یا برونز شده در بیاد. از این قسمت هیو ساتوریشن رو انتخاب میکنید و پیش زمینه عکستون رو به هر رنگی که دوست دارید در میارید. ساپیا رو از این قسمت انتخاب میکنید کنترل آی رو میزنید سایز براش رو تغییر میدید و براش نرم رو انتخاب میکنید برای عکس میزنید اوورلی رو انتخاب میکنید اوپیسیتی رو کم میکنید همطور که میبینید یه رنگ تن شده ای به عکس میده به جاهای دیگر صورت انتقال میدید روی گوش ها این قبل و اینم بعد است انجام کار گزینه دارکن رو در انتها انتخاب میکنید هر کدوم که به نظرتون بهتر بود برای فاینالیز کردن انتخاب میکنید اگر بیشتر دوست دارید برونز بشه تو گزینه مالتی پای میذارید و همطور که میبینید یه رنگ زیبایی رو به عکس میده سوختگی بیشتری رو ایجاد میکنه روی عکس این قبل از کاره و این بعد از کار و عکسمون آماده است